بسم الله الرحمن الرحیم. حسنپور هستم از دانشگاه صنعتی شاهرود. خوشحالم که درس زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر رو از مجموع درس‌های فرادرس خدمت شما ارائه می‌کنم. ابتدا مقدمتاً این درس رو خدمتتون معرفی می‌کنم که این درس می‌تونه به دانشجویان رشته مهندسی کمک بکنه که با بسیاری از لغات و اصطلاحات رایج در این رشته آشنا بشن و بتونن متون فنی نوشته شده به زبان انگلیسی رو بهتر متوجه بشن و ضمناً با قواعد نوشتاری متون فنی آشنا بشن. برنامه کلی که ما در درس داریم به این صورت هست که در هر درس به یک مبحث از قواعد نوشتاری در متون علمی و فنی ما بهش میپردازیم. سپس متنی رو در ارتباط با یک موضوع از موضوعات مطرح در رشته کامپیوتر باش آشنا خواهیم شد. ضمناً هر درس به یکی از موضوعات توجه داره. قبل از خوندن متن ابتدا چند لغت کلیدی درس معرفی میشه تا اینکه ما وقتی که میخوایم درس شروع کنیم با مجموعه ای از لغت ها مواجه نشیم. با دیدن این چند لغت کلیدی اولا ما میتونیم ایده کلی درس رو بگیریم و ضمناً اینکه به تدریج با محتوای درس که ممکنه حالا اگر ما یک دفعه وارد مجموعه درس بشیم برای ما سنگین بشه. ضمناً متن مربوط به موضوع درس پس از اینکه ما لغت‌ها رو معرفی کردیم خونده میشه و سپس که ما درس رو به طور کامل ارائه کردیم سوالاتی در ارتباط با متن درس پرسش میشه که حالا بهش خواهیم رسید. مراجعی که ما استفاده میکنیم برای این درس از کتاب Specialized English for Computer Engineering از دانشگاه صنعتی شاهرود هست که نویسندهش خودم هستم و آقای دکتر حسین بزرگیان از دانشگاه مازندران. بخش اول این درس که تحت عنوان Writing Development هست توجه داره به موضوع Topic Sentence. Topic Sentence جمله اول هر پاراگراف رو ما بهش میگیم Topic Sentence. میدونیم که هر متن از مجموعی از پاراگراف تشکیل میشه و هر پاراگراف به عنوان واحد انتقال مطلب و ضمناً هر پاراگراف چند تا جمله داره که بر روی یک موضوع کلیدی، یک موضوع محوری تمرکز میکنم. ضمناً ایده محوری هر پاراگراف هم در اولین جمله آن که بهش میگیم topic sentence ظاهر میشه و سایر جملات اون پاراگراف اون ایده محوری رو گسترش میده. که البته ما باید در نوشتن جمله نخست یا همون topic sentence توجه داشته باشیم که جمله نخست حد الامکان یک ایده محوری رو مطرح کنه. این خاطر میگیم که جمله نخست بایستی محدود کننده باشه. بر این اساس این جمله که در زیر شما میبینید نوشته topic sentence به صورت topic به اضافه limiting statement خواهد بود، یعنی عبارتی که محدود کننده اون topic هست. مثالی اینجا خدمتتون ارائه میکنم. در اینجا به عنوان اولین مثال که نوشته فرض کنید که ما بخوایم در ارتباط با دانشگاه صحبت کنیم. خب در ارتباط با دانشگاه چی میخوایم بگیم؟ در مورد دانشگاه تو ایران، دانشگاه در قاره خاص، یه موضوع خاصی از دانشگاه. اینجا میبینیم که مثال اینجوری اومده به عنوان فرض کنید که اولین جمله یک پاراگراف universities play a crucial role in Iran که اینجا crucial role یعنی نقش مهم، نقش اساسی. خب اینجا اومده گفته که دانشگاه ها نقش اساسی در ایران دارن، بنابراین از نظر مکان محدودش کرده که بحث رو ما در ارتباط با ایران داریم. یا در مثال بعدی توجه داشته باشین که نوشته education is the main key to make progress. پس در ارتباط با تحصیل داره صحبت میکنه و بیان میکنه که تحصیل کلید اصلی است برای پیشرفت. بنابراین در ارتباط با تحصیل ما چگونه تحصیل انجام بدیم بحث نداره. در ارتباط با کجا تحصیل انجام بدیم بحث نداره. در راجع به این موضوع صحبت میکنه که تحصیل چه اثری داره. بنابراین بیان میکنه که education is the main key to make progress. یا مثال بعدی که بیان میکنه orientation day. حالا خواهیم دید orientation day همون روز معارفی است که دانشجویان وارد میشن. خب بیان میکنه orientation day is helpful for several reasons. بیان میکنه که بله روز معارفه مفید هست به چند دلیل. پس معلومه که در ادامه جملات این پاراگراف میخواد در ارتباط با دلایل این موضوع صحبت کنه. خب بخش بعدی ما که معرفی لغات هست تحت عنوان vocabulary ما میایم بعضی از لغات های این درس رو قبل از شروع درس خدمتتون معرفی می‌کنم. خب این لغت‌هایی که در اینجا می‌بینید ما در زیر توضیح انگلیسیش هم اومده که معادل چه چیز هست که ما توصیه می‌کنیم این لغتی که دیدید حتماً
ابتدا این معادل انگلیسیشو ببینین، اگر این احیانا مفهومشو درک نکردین میتونین در مقابل ببینین که معنیش به چه صورتهایی خواهد شد. خب اولین لغت که نوشته exchange، در مقابل هر کدوم از این لغاتهایی که تو بخش vocabulary میاد ما داخل پرانتز مثلا نوشیم وی به معنی اینکه این یک فعل هست، یا بعدی داخل پرانتز هست ان یعنی یک نیم هست، اسم هست، بعدی نوشته adjective ADG یعنی adjective یعنی یک صفت هست. بنابراین که نقش این کلمه چیه، چه نقشی در واقع ظاهر شده ما توضیح میدیم. خب اولین که نوشته exchange، give or receive one thing in place of another، گرفتن یا دادن یه چیز در مقابل چیزی دیگه، یعنی همون معاوضه یا تعویض. یه جمله آورده به عنوان مثال، we regret that tickets cannot be exchanged، ما متاسفیم که بلیط ها نمیتونه تعویض بشه. لغت بعدی mentor، mentor به معنی این که به انگلیسی an experienced and trusted advisor، یک مربی یا یک نصیحت کننده قابل اعتماد و با تجربه، که ما ترجمهش گفتیم مربی یا ناصح. مثالش توجه کنید، he was her friend and mentor until his death in 1915، او دوستش و راهنماش یا مربیش بود تا قبل از مرگش که در سال 1915 بود. an experienced، حالا معنی دیگه اش داره مطرح میکنه که این منتور در جای دیگه ممکنه معنی دیگه هم بده، an experienced person in a company, college or school who trains and counsels new employees or students، یک شخص با تجربه در شرکت یا دانشگاه یا مدرسه که ترین میکنه، که آموزش میده، and counsels مشورت میده به تازه واردها یا به دانشجویان جدید. new employees یعنی اونایی که تازه استخدام شدن. substantial به معنی of considerable importance, size or worth، به معنی این که بسیار اساسی و مهمه. a substantial amount of cash، مقدار قابل توجهی از پول نقد. orientation به معنی familiarization with something، آشنا شدن با چیزی. در مثال اومده a program of introduction for students new to school or college، برنامه برای معرفی دانشجویان جدید به یک مدرسه یا دانشگاه، در واقع همون معرفه هستید. لغت بعدی illustrate، explain or make something clear by using examples, charts, pictures, etc. یعنی پس اینی که توضیح دادن یا واضح کردن به وسیله مثال یا چارتی یا یه تصویری، یعنی شما با یه مثالی یا یه تصویری چیزی رو میخواید توضیح بدید. مثال آورده، the results are illustrated in figure 7، نتایج در شکل 7 توضیح داده میشه. لغت بعدی ambiguity، uncertainty or inexactness of meaning in language، ابهام یا گنگی معنی در یک زبان، اینجوری ترجمه شده. we can detect no ambiguity in this section of the act، ما هیچ ابهامی نمیتونیم در این بخش از کار مشاهده کنیم یا تشخیص بدیم. لغت بعدی retention، the fact of keeping something in one's memory، حقیقتی که بشه نگهداری کرد چیزی رو در حافظه شخصی. the children's retention of facts، نگهداری حقایق در ذهن کودکان. یعنی retention به معنی نگهداری یا حفظ کردن، که حالا در داخل متن در واقع وقتی ما با جملاتش برخورد میکنیم با این مفهوم این شاید بهتر بتونیم آشنا بشیم. خب حالا توی این قسمت که در واقع ما میخواییم شروع کنیم به خوندن متن، Part 3 Reading Views for High Quality University Education، این عنوان بحثی است که ما میخواییم متن رو بخونیم و با هم دنبال کنیم. اما همونطور که قبلا خدمتون گفتم، قبل از اینکه ما وارد بحث خود متن بشیم میاییم سوالای رو مطرح میکنیم. این سوال ها ما وقتی که این سوال ها رو مطرح میکنیم ذهن ما رو باز میکنه که ما بتونیم متن رو بهتر متوجه بشیم. چون ما وقتی موضوعی رو میخوایم بخونیم اینطوری نیست که اصلا هیچ اطلاعاتی راجع به اون نداشته باشیم، مختصری راجع به اون متن، راجع به اون ممکنه که اطلاعات داشته باشیم. این سوال هایی که مطرح میکنه در واقع میخواد ما رو همگرا کنه، میخواد برای ما یک تمرکز ایجاد بکنه در ارتباط با موضوع متن. خب سوالی که مطرح میشه اینه، Who can help you to improve your university education؟ چه کسی میتونه کمک کنه که شما بهبود بدید تحصیلات دانشگاهی؟
برای اون پاسخی داریم. How much can junior senior students help newcomers get familiar with an academic situation؟ چقدر دانشجویان جونیور یعنی یک سال پایین تر هستن و سنیور نه سال بالاتر هستن، چقدر دانشجویان دیگر میتونن کمک کنن به تازه واردها، یعنی به دانشجویان تازه وارد که بتونن آشنا بشن با موقعیت دانشگاهی؟ باز قطعا برای این سوال هم شما پاسخ بدید و موضوعی است که تو ذهن شما مطرح خواهد بود. و بگه توی این متن ما میخوایم بخونیم در ارتباط با این سوال ها بحثایی داریم. What are some factors that enhance high quality university education؟ چه عواملی هستن بهبود میدن کیفیت بالای تحصیلی رو در دانشگاه؟ خب سیکشن دو در واقع خود ریدینگ پسیج ما هست، ما اینا میخونیم. توجه داشته باشید که ما به موضوعی که توی این متن بود در تحت عنوان رایتینگ دیولپمنت این بود که ما میخواستیم بیشتر با مفهوم تاپیک سنتنس آشنا بشیم. ما برای هر پاراگراف یک تاپیک سنتنس انتخاب میکنیم. تاپیک سنتنس حداقل امکان مناسب باشه که بتونه به ما کمک بکنه در نوشتن سایر جملات اون کار. و ضمناً خدمتتون گفته بودیم هر پاراگراف واحد انتقال مطلب. عزیزان توجه داشته باشن حالا وقتی متن میخونیم چگونه این موضوع اینجا رعایت شده. یعنی هر پاراگراف راجع به یک سابجکت تمرکز داره و اولین جمله پاراگراف چگونه انتخاب شده که میتونه به ما کمک کنه در توسعه مطلب این پسیجی که ما دنبالش هستیم. متنی که شما میخونید میبینید که فونتاش در سه رنگ هست. خب اون متن اصلی رو در واقع میبینید که به صورت مشکی هست، اما دو رنگ لغت‌های به صورت قرمز و سبز شما میبینید. لغت‌هایی که سبز یعنی همون لغت‌هایی که احیانا ممکنه که با عنوان لغت سخت مطرح باشه قبلا ما ترجمه‌اش رو دیدیم، بنابراین از ذهنتون کمک بگیرید که معنی اینها رو متوجه بشید. و لغت‌های قرمزی که الان می‌بینید با لغت‌هایی است که در زیر ما معنی اینها رو آوردیم و به ترتیب هم هست. مثلا شما توی این متن که ملاحظه می‌فرمایید ابتدا به لغت asset برخورد می‌کنید که معنیش هست دارایی سرمایه، یا ادامهش به لغت ماجولی برخورد می‌کنید که معنیش هست متقابلا و همینطور الی آخر. خب پس ما میایم الان متن با هم می‌خونیم و توضیحات شما خدمتتون خواهم. During the last decade there was a considerable amount of attention in particular to effective education in engineering fields. در طی دهه گذشته توجه زیادی شده بود به تحصیل مؤثر در رشته مهندسی. Despite all the continuing progresses in communication technologies for online teaching materials, علی‌رغم همه پیشرفت‌های ممتد در تکنولوژی ارتباطات برای آموزش به صورت آنلاین، university lecturers are still considered to be the greatest asset for improving the education system. اساتید دانشگاه‌ها همچنان توجه میشن به عنوان بزرگترین سرمایه برای پیشرفت سیستم تحصیلی. The main reason might be that the power of face-to-face exchange of ideas is still recognized as the best method for education in both schools and universities. دلیل اصلی ممکن این باشه که قدرت تبادل ایده چهره به چهره همچنان توجه میشه، همچنان در نظر گرفته میشه به عنوان بهترین روش برای تحصیل هم در مدارس و هم در دانشگاه. Through face-to-face exchange of ideas، از طریق تبادل ایده چهره به چهره، university students and lecturers mutually increase the quality of education. دانشجویان دانشگاه و اساتید به طور متقابل افزایش میدن کیفیت آموزش. There are some helpful views focusing on improving the quality of university educations. نقطه نظرات مفیدی وجود داره که تمرکز داره در مورد بهبود کیفیت تحصیلی در دانشگاه. And these views emerged from a decade of education experience and mentoring undergraduate and postgraduate students studying in engineering fields. و این نقطه نظرات بروز پیدا کرد از یه دهه تجربه تحصیل و آموزش دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مهندسی. Undergraduate students، دانشجویان کاردانی و کارشناسی، Postgraduate students،
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا اطلاق میشه. The helpful view are classified into three groups. Views on optimal use of university facilities. این نقطه نظرات مفید به سه گروه دسته‌بندی میشن. دسته اول نقطه نظراتی در ارتباط با استفاده بهینه از امکانات دانشگاه. Views on attaining optimal knowledge from lectures. نقطه نظراتی برای کسب دانش به صورت بهینه از اساتید. And views on improving test performance. و نقطه نظراتی برای بهبود نتیجه تست، نتیجه آزمون. These views are described substantially below. این نقطه نظرات به طور اساسی در زیر توضیح داده میشه. و بخش اول که در واقع داره به اون مجموعه نقطه نظراتی که گروه اول بهش توجه میکنه. به عنوانش هست Views on optimal use of university facilities. The first criterion in increasing use of available university facility is to consider libraries, laboratories, study rooms, internet services, computer rooms, and printing rooms. اولین معیار در افزایش استفاده از امکانات موجود دانشگاه اینه که ما در نظر بگیریم کتابخانه ها رو، آزمایشگاه ها رو، اتاق های مطالعه و خدمات اینترنت، اتاق های کامپیوتر و اتاق پرینت رو. Students are recommended to become aware of the different facilities available in a university for their use as early as possible. به دانشجویان توصیه میشه که آگاه بشوند از امکانات مختلف موجود در یک دانشگاه که برای استفاده آنها هست هر چه زودتر. Otherwise, they may not benefit from the use of these potential advantages of their university. در غیر این صورت آنها ممکنه که بهره‌مند نشن از from the use of these potential advantages. در استفاده از این مزایای بالقوه دانشگاهشون. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض کنید که شما تمام تلاش رو انجام دادید که به یک دانشگاه با کیفیت بالا قبول بشید. خب وقتی دانشگاه با کیفیت بالاست، دانشگاه به چند دلیل، ممکنه که به خاطر کتابخونه، به خاطر نمیدونم خدمات اینترنتی، به خاطر امکانات ورزشی و سایر مسائل هست که دانشگاه میتونه یک درجه ای بگیره، به سطحی از اهمیت برسه. خب وقتی که میری به دانشگاه با این حد امکان هر چه زودتر با این امکانات آشنا بشید. در غیر این صورت میشه همین جمله you may not benefit from the use of these potential advantages. یعنی از این مزیت پتانسیل بالقوهش شما استفاده نمی کنید. ادامهش To assist students in becoming aware of the available education facilities برای کمک به دانشجویان در این که آگاه بشن در مورد امکانات تحصیلی موجود Many universities around the world have an orientation day for new students. بسیاری از دانشگاه‌های سراسر دنیا یک روز معارفه‌ای داره برای دانشجویان جدید. And participation in this effective activity is very helpful to discover a university's amenities. و مشارکت در این فعالیت مؤثر خیلی مفید هست به اینکه ما بتونیم امکانات دانشگاه رو کشف کنیم. During the orientation, most university staff attend to present their role and state how much they can support students in need of assistance. در طی معارفه اغلب کارکنان دانشگاه حاضر میشن که ارائه بکنن نقش خودشون رو و توضیح بدن که چقدر آنها میتونن حمایت کنن دانشجویان رو در هنگام نیازشون. In need of assistance. نیاز به کمک. In addition, academic staff are the main assets of a university and play an essential role in terms of providing quality education for both undergraduate and postgraduate students. علاوه بر این، academic staff به معنی این که کارکنان هیئت علمی، ازش هم هیئت علمی است. علاوه بر این هیئت علمی ها سرمایه اصلی دانشگاه هستند و نقش کلیدی، نقش اساسی دارند. از نقطه نظر این که بتونن فراهم کنن تحصیلات با کیفیتی رو برای دانشجویان undergraduate و postgraduate، دانشجویان کارآموزی کارشناسی و دانشجویان ارشد. Postgraduate students are recommended to consider different academic expertise. به دانشجویان تحصیلات تکمیلی توصیه میشه که در نظر بگیرن تخصص هیئت علمی‌های مختلف رو.
so that they can seek effective advice to improve their research. به گونه ای که اونها بتونن به دنبال نصیحت مؤثر باشن برای اینکه کیفیت ریسرچ خودشون رو، کیفیت تحقیقات خودشون رو بهبود بدن. منظورش اینه که ما هر چه زودتر بتونیم با تخصص هیئت علمی های مختلف آشنا بشیم تا اینکه ما بتونیم با آواشتن به تخصص هیئت علمی های مختلف اگر در یک زمانی در انجام تحقیقیم برای ما یک مشکلی پیش اومد، ما بدونیم که در ارتباط با این تحقیق، در ارتباط با این مشکل به کدومی که از هیئت علمی های این دانشگاه یا این دانشکده باید مراجعه کنیم تا راهنمایی لازم رو بگیریم. به این خاطر مطرح کرد که they can seek effective advice، یعنی نصیحت مؤثرتری رو به دنبالش باشن. The second criterion to use the available university facility is to cooperate with the student union. معیار دوم برای استفاده از امکانات دانشگاه اینه که همکاری کنیم با انجمن دانشجویی. A student union is very helpful to build up friendly relationships among students as well as to share student needs for any services with university authorities. اینجا داره انجمن رو معرفی میکنه. انجمن دانشجویی خیلی مفید هست که ایجاد یک رابطه دوستانه رو بین دانشجویان فراهم بکنه. To build up friendly relationship یعنی یک رابطه دوستانه رو ایجاد بکنه. As well as to share student needs، همچنین اینکه نیازهای دانشجویان رو به صورت اشتراکی برطرف کنه در ارتباط با هر گونه سرویسی که مربوط به دانشگاه هست، البته با اجازه دانشگاه. For any service with university authorities، برای ارائه هر گونه خدماتی با اجازه دانشگاه. The student union is usually autonomous in the university. انجمن دانشجویی معمولاً خودمختار هست در دانشگاه. And is democratically controlled by students. و به صورت رأی‌گیری توسط دانشجویان کنترل میشه، یعنی اعضاش توسط دانشجویان انتخاب میشه. Hence cooperation with this union can help strengthen the union and provide sufficient academic support to the students. بنابراین همکاری با این انجمن میتونه کمک بکنه به تقویت انجمن و فراهم کنه امکانات and provide sufficient academic support و فراهم کنه حمایت های هیئت علمی به اندازه نیاز برای دانشجو. یعنی به هر حال اگر دانشجویانی نیاز به یک کار اضافه ای داشتن، یک موضوعی بیشتر میخوان بهش توجه بشه، یا به هر حال نیازهای دانشجویان رو منتقل کنن، انجمن ها بهتر میتونن نیازهای دانشجویان رو به اساتید به هیئت علمی دانشگاه منتقل کنن. A student union provides support for newcomers in a university through linking them with junior senior students to pass on their experience to new students. انجمن دانشجویی فراهم میکنه حمایتهایی رو برای دانشجویان جدید در دانشگاه از طریق ایجاد لینک بین آنها و سایر دانشجویان سال بالاتر، به این که بتونه انتقال بده تجربه آنها را به دانشجویان جدید. To pass on their experience یعنی دانشجویان سال بالاتر ارائه بدن تجربه خودشون را، یا پس یعنی که یعنی از یکی به دیگه انتقالش. Views on attaining optimal knowledge from lectures، نقطه نظراتی برای کسب دانش بهینه از اساتید. First, punctuality of classroom attendance helps a student stay focused on the lecture notes. اول اینکه وقت شناسی در حضور سر کلاس کمک میکنه به دانشجویان که تمرکز داشته باشن بر مطالب درس. To illustrate، برای توضیح بیشتر در مورد این موضوع، a student attendance has a close correlation with class grades. حضور دانشجو ارتباط نزدیکی داره با نمره کلاسی and the overall performance و عملکرد کلی اون دانشجو. Students who are unpunctual، دانشجویانی که وقتشناس نیستن، or miss classes frequently are significantly more likely to gain a poor grade in a given course. یا اینکه اغلب کلاسی را غایب میشن، از دست میدن، are significantly more likely، به میزان قابل توجه احتمالش بیشتر هست که در یک درسی نمره ضعیف رو بگیرن. Gain a poor grade یعنی که نمره ضعیف رو بگیرن in a given course، همون درسی که توش هستن. This is because most faculties count student attendance positively on grade determination.
while others count the absentees against the student grade. این بدین جهت هست که اغلب دانشکده‌ها حضور دانشجویان را به حساب نمره مثبت میارن در تعیین نمره دانشجو، on grade determination در تعیین نمره، while others در حالی که سایر دانشکده‌ها به حساب میارن غیبت دانشجویان در مقابل نمره دانشجو، یعنی وقتی غیبت بکن نمرهش رو کم میکنه. Therefore, the students are strongly recommended to not only attend their classes but also arrive before the lecture starts. بنابراین به دانشجویان قویاً توصیه میشه نه تنها حضور داشته باشن در کلاس هاشون، بلکه سر وقت قبل از اینکه استاد درس شروع کنه سر کلاس برسن. This can increase the productivity of students' performance. این میتونه بهره‌وری از عملکرد دانشجو رو افزایش بده. Second, مورد دوم، preparation and reading for the lecture in advance are highly recommended. آمادگی و خوندن درس از قبل قویاً توصیه میشه. یعنی قبل از اینکه وارد کلاس بشی از قبل درس رو بخونید. حالا توضیح خواهد داد. منظورش این نیست که کل درس رو از قبل بخونید بعد برید سر کلاس. خب بعد ببینید چه نیازی به خود درس هست که بعد توجه کنید. The students are recommended to read the material that will be covered in the upcoming lecture. به دانشجویان توصیه میشه که مطالب رو بخونن، مطالبی که قرار پوشش داده بشه در جلسه پیش رو دارن. The prior class preparation can remarkably help students to better understand the topic and facilitate their learning performance in the course. آمادگی قبلی میتونه به میزان قابل توجهی کمک بکنه به دانشجویان که بهتر متوجه بشن موضوع رو و تسهیل میکنه آموزش the learning performance in the course، یعنی بهره‌وری آموزشی رو در اون درس. In addition, the prior class preparation assists students in completing their notes during lecture. علاوه بر اون، آمادگی قبلی کمک میکنه به دانشجویان در تکمیل یادداشت‌هاشون در طی ارائه درس. یادداشت‌برداری‌ها. The students should focus on the materials instructed during the lecture. دانشجویان باید تمرکز داشته باشن روی محتوای درس که تدریس میشه در طول لکچر، در طول کلاس. They are recommended to imagine what is being taught will not be repeated. با آنها توصیه میشه که تصور اینو داشته باشن آنچه را که آموزش داده میشه تکرار نخواهد شد. So it is very important that students stay focused on the classroom activities. بنابراین این خیلی مهم هست که دانشجویان تمرکز داشته باشن، stay focused، یعنی همچنان تمرکز داشته باشن در فعالیت‌های کلاسی، ask questions، سوال بپرسن، and volunteer for demonstration، و داوطلب برای توضیح باشن. داوطلب برای توضیح باشن منظورش اینه که بعضی وقتا استاد درس موضوع درس میده میگه راجب این کی میتونه توضیح بده، از این کار توضیح میخواد، یا اینکه راجب این مسئله کی میتونه جوابشو بده، کی میتونه حلش بکنه. والنتیر هم یعنی داوطلب شدن، پس داوطلب شدن برای توضیحات. If any materials do not make sense for them، اگر موضوع برای اونها قابل درک نیست، do not make sense یعنی قابل درک نیست، he or she should ask the lecturer for assistance. آنها یا اون دانشجو باید بپرسه از استادش برای راهنمایی یا برای کمک. Or further clarity of the point، برای کمک یا اینکه توضیح بیشتر در ارتباط با نکته مربوطه. Thus, making the prior preparation for a lecture decreases any potential ambiguities during classroom instruction. بنابراین آمادگی قبلی برای یک درس کاهش میده ابهامات بالقوه رو در طول کلاس که داره تدریس میشه. Finally, reviewing a lecture note immediately after class helps students increase their knowledge of the course. و آخرین نکته این که مرور کردن نکات درسی یا یادداشت‌های درسی بلافاصله بعد از کلاس کمک میکنه به دانشجویان که افزایش بدن دانش خودشون در ارتباط با درس. یعنی بعد از اینکه از کلاس برگشتن بلافاصله هر چه زودتر یادداشت‌های درسی رو مرور کنن تا اینکه بتونن به دانش اونها رو تقویت کنن. This quick review results in
better retention than reviewing after longer period of time. این مرور سریع کمک میکنه به ریتنشن، یعنی نگهداری بهتر، تا اینکه بخوان مرور کنن بعد از یه دوره زمانی طولانی. میخواد اینو بطرح کنه که شما سر کلاس موضوع یاد میگیری، از کلاس که برگشتید ذهن شما هست، یه بار که درس رو مرور کنید در واقع دارید کمک میکنید به ریتنشن، یعنی نگهداری بیشتر مطلب. ولی اگر بخواید این درس رو کنار بذارید بعد مثلا چندین روز بعد یا چند هفته بعدش بخواید برگردید سراغ اون درس، به هر حال اطلاعات شما از اطلاعاتی که استاد ارائه کرده یه خورده کاهش پیدا میکنه و این مجبور میشید درس رو دوباره ریویو کنید. ببین اینجا فرق بین ریتنشن و ریویو رو داره برای ما مطرح. Or the retention drops after 24 hours and relearning will be required rather than reviewing. به وقت دیگر اون نگهداری مطلب اونها افت پیدا میکنه بعد از 24 ساعت و آموزش مجدد نیاز خواهد شد تا اینکه بخواد بازخوانی باشه. In addition, علاوه آن, while the lecture is still fresh in their mind, مادامی که مطالب درس تازگی داره در ذهن آنها، they can put the ideas into words for the future recall. اونها میتونن کلماتی رو به یادداشت‌هایی که تهیه کردن اضافه کنن. دوباره این ترجمه کنم. They can put the ideas into words. اونا میتونن ایده هایی که در ذهنشون هست رو به صورت کلمات در بیارن و به نوشته‌هایی که قبلا تهیه کردن اضافه کنن. یعنی از ذهن خودشون استفاده کنن، چون مطالب درس رو اخیراً یاد گرفتن از استاد، به نوشته های خودشون مراجعه کنن. اگر نوشته های اونها تکمیل نیست، اونها تکمیل کنن. For the future recall، که وقتی خود نوشتن میتونه کمک کنه به اونها برای یادآوری آیندهشون. Moreover, they can recall what parts of the lecture were unclear to them. علاوه بر آن، اونها میتونن به خاطر بیارن اون قسمت هایی از درس که برای اونها واضح نبود. So that they can consult this lecture، به گونه ای که اونها میتونن مشورت کنن با استاد، the tutor، اون کسی که حل تمرین درس اونها هست، a classmate از همکلاسی‌هاشون، or a textbook یا مرجع درس، for further understanding برای درک بیشتر. پس بیان میکنه که میتونه کمک کنه بهشون که اگر موضوعی متوجه نشدن دوباره برگردن به استاد ازش کمک بگیرن، یا از حل تمرین خودشون یا همکلاسی‌هاشون، یا اصلا برن به تکست مربوطه یا کتاب مرجع که اطلاعات رو کسب. Views on improving test performance. موضوع بعدی اینه که نقطه نظراتی رو داره پوشش میده که میخواد عمل کرده آزمون رو بهبود بده. یعنی با همین اطلاعاتی که داریم، با همین دانشی که ما داریم، سر جلسه امتحان میدیم، امتحان رو بهتر پاسخ بده. Improving test performance requires students to strengthen their knowledge of a specific topic as well as taking the test strategically. بهبود عمل کرده آزمون نیازمند اینه که دانشجویان تقویت کنن دانش خودشون رو در ارتباط با موضوع مشخص که میخواد امتحان بده، همچنین برای آزمون یک استراتژی تعریف کنه. حالا توضیح خواهد استراتژی چی؟ Meeting these requirements assists students in facilitating their test performance. انجام این الزامات کمک میکنه به دانشجویان که تسهیل کنن بهره‌وری آزمون خودشون. Which is closely related to the learning performance. که بسیار مرتبط هست با بهره‌وری آموزشی آنها. این دقیقا آنچه که آموزش دیدن بتونن به خوبی روی قلم امتحان بدن. بعضی وقتا هست که ما درس رو به اندازه کافی بلدیم، اما ممکنه که هنگام امتحان نتونیم به خوبی امتحان رو پاسخ بدیم. حالا اینجا داره مطرح میکنه ما چه کارهایی انجام بدیم، آنچه که بلدیم به خوبی به قلم بیاریم. In any exams، در همه امتحانات، the students should cast a quick look at the entire test before responding to any question. دانشجویان باید نگاه سریع بیاندازن به کل سوالها قبل از اینکه پاسخ بدن به هر یک از سوالها. This quick consideration helps them to get an overview of what is expected and to strategize how they take the test. این توجه سریع کمک میکنه به آنها که بتونن یک دیدی داشته باشن، get an overview، یک دیدی داشته باشن of what is expected، از آنچرا که انتظار میره. خب در هر آزمون در راه سوال یک ایده هایی تو ذهنش هست، ما میخوایم به ایده محوری اون در راه سوال برسیم که منظورش از این سوال چیه. And to strategize how they take the test،
و یه استراتژی تعریف کنیم که چگونه اون تست رو انجام بدیم. One of the strategies is to respond to the easiest questions first. یکی از استراتژی‌ها اینه که ما به سوال‌های آسان‌تر ابتدا پاسخ بدیم. So that they would be able to handle any exam-related anxiety. به گونه‌ای که اونا قادر خواهند بود مدیریت کنن هر گونه استرس یا استراب رو مرتبط با امتحان رو. خب اینجا منظورش اینه که وقتی که ما سوال‌های ساده‌تر رو تر جواب بدیم، خب سبب میشه که برای خودمون یه روحیه ایجاد بشه که ما بتونیم به ادامه سوال‌ها بهتر پاسخ بدیم. Then enough time is left for a student to think totally about rest of the questions. آنگاه زمان کافی باقی خواهد موند برای دانشجویان که فکر بکنن به طور کامل در ارتباط با مابقی سوال‌ها. Thus, considering the whole exam questions provide examinees with an opportunity to manage their optimal test performance. بنابراین توجه به کل سوال‌های آزمون فراهم می‌کنه به اون کسی که داره امتحان میده، examinees اون کسی که داره امتحان میده، یک فرصتی رو که مدیریت کنه بهره‌برداری رو در ارائه آزمون به صورت بهینه. A student should always remember that the first idea that comes to the mind might not suit for responding to a question. دانشجویان همواره باید به خاطر داشته باشن که اولین ایده‌ای که به ذهنشان میاد مناسب ترین برای پاسخ دادن به یک سوال نیست. Therefore, the students should give a second thought by realizing the meaning of a question as understanding question mostly assists in responding to it accurately. بنابراین دانشجویان بایستی فکر دیگری هم داشته باشن by realizing the meaning of question که تحقق معنی یک سوال رو بتونن به درستی انجام بدن as understanding a question به گونه ای که درک یک سوال mostly assists in responding to it به میزان زیادی کمک میکنه در پاسخ با آن accurately به طور دقیق. In this regard, a student should look for the central idea of each question corresponding to it appropriately. از این نقطه نظر یه دانشجو باید به دنبال ایده محوری هر سوال باشه برای پاسخ با آن که بتونه پاسخش رو به صورت مناسب فراهم کنه. Quality education in engineering fields in university has recently been considered globally. تحصیل با کیفیت در رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌ها اخیراً به طور سراسری یعنی در کل دنیا بهش توجه شد. A few of given views تعدادی از نقطه نظرات ارائه شده such as optimal use of university facilities از قبیل استفاده بهینه از امکانات دانشگاه attaining optimal knowledge from lectures کسب دانش بهینه از اساتید and improving test performance و بهبود نتیجه تست یا عملکرد تست have adequately been discussed به اندازه کافی بحث شده است. Despite having multiple requirements for advancing education علارغم این که عوامل مختلفی برای پیشرفت تحصیلی وجود داره دانشجویان رشته مهندسی میتونن به طور افزایشی بهبود بدن عملکرد آموزشی خودشون رو عملکرد یادگیریشون رو از طریق دنبال کردن نقطه نظراتی که توضیح داده شده در بالا که برای بهبود کیفیت تحصیلی هست. خب توی بخش چهارم پس از این که ما دیدیم پسیج رو با هم دنبال کردیم و معنیش با هم خوندیم یک سری جملاتی رو در واقع میاره که میخواد بررسی کنه برای ما اون reading comprehension رو که ما ببینیم که ما تونستیم درک خوبی از این داشته باشیم یا نه. خب این سوالایی که مطرح میشه یا اینکه توی متن بهش توجه شده و دقیقاً منظور متن همین جمله است که اینجا اومده خب ما تی یا ترو انتخاب میکنیم یا ممکنه این متن که ما مطالعه کردیم دقیقاً این موافق با این جمله نباشه خب ما فالس و اصلا ممکنه این در متن بحث نشده باشه اون وقت گزینه نات گیون رو انتخاب کنیم. این نوشته mark each statement as T true F for false or NG for not given the information in reading comprehension passage بیان میکنه که نشون بدین هر جمله رو با عبارت T برای درست F برای نادرست و NG برای داده نشده the information in the reading comprehension داده نشده به اطلاعاتی که در درک مطلب اومده. جمله اول university lectures are important assets
in improving the level of education. خب مثلا میگید که همین بحث در داخل پسیج اومده و درست هم هست. معنیش اینه که اساتید دانشگاه ها سرمایه مهمی هستند در بهبود سطح آموزشی.